Liebe Krefelder und Krefelderinnen, Khanumha va Aghayan, Danish Amuzan, Walidin va Karkaran Grami Mahd Kudakan va Madaris Krefeld. Hamun gune ke midanid, muddat yek sal va nim ast ke Corona vaziyat zendegi va hamzisti ma ra mukhtal karde va be chalesh kashide ast. در ماه‌های گذشته شما با مشکلات زیادی درگیر بودید. همیشه از خود سوال می‌کردید چگونه مهد کودک‌ها و مدارس و دبیرستان‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در حالی که هر روز قوانین و شرایط جدیدی به تصویب می‌رسد. همه ما بر این باوریم که مهد کودک‌ها و مدارس باید باز بمانند و در ضمن باید بتوانیم همزمان از ابتلا به کرونا در امان بمانیم. برای رسیدن به این مهم تنها یک راه حل وجود دارد و آن هم واکسیناسیون همگانی است. در حال حاضر به حد وفور واکسن در اختیار می باشد و بنا به پیشنهاد هیئت اجرایی واکسیناسیون افراد بالای 12 سال می توانند واکسینه شوند. در همین راستا اداره بهداشت و سلامت کرفرد برای آگاهی شما اطلاعات مهمی را جوانوری نموده که نشان می دهد افراد واکسینه شده نه تنها خود ایمن می شوند، بلکه کسانی که اجازه واکسیناسیون ندارند و همچنین افراد زیر 12 سال نیز از ابتلا ایمن می باشند. بدین مناسبت شهر کرفل از تمام افراد بالای 12 سال دعوت می کند پیش پزشک خانواده و یا پزشک اطفال رفته و واکسن رایگان دریافت کنند. در اینجا لازم می دانیم توجه شما را به یک سری از دلایل و مزایای واکسیناسیون که از طرف اداره بهداشت و درمان کرفرد منتشر شده است جلب نمایم. من با واکسیناسیون ایمن می شوم و اگر در موارد نادر رخ دهد که من علی‌رغم واکسیناسیون مبتلا شوم، حداقل از یک دوره طولانی بیماری در امان هستم. بنابراین لازم نیست در آینده از آن هراسی داشته باشم. بر اساس مشاهدات قبلی من به کووید طولانی مبتلا نمی شوم. بیماری که اغلب ماها طول می کشد و در برخی موارد در مورد کودکان و نوجوانان هم صدق می کند. به عنوان مثال یک فرد واکسینه شده یا فردی که 4 هفته از ابتلایش به علاوه یک واکسیناسیون گذشته دیگر لازم نیست در قرنطینه باشم. به عنوان کسی که از این منطقه دارای خطر و یا پرخطر آمدم. به عنوان کسی که در تماس نزدیک با فردی بودم که از آزمایش کووید او مثبت بوده و عاری از علائم بیماری است. در صورت مثبت بودن تست بدون علائم بیماری و یا در صورت منفی بودن مجدد تست PCR قرنطینه من می تواند پس از 5 روز پایان یابد. من در زندگی خصوصی خود آزادی زیادی دارم. به من اجازه داده می شود بدون پرداخت هزینه تست کرونا به مجالس و مراسم، رستوران ها، بارها، باشگاه ها، جشن های خصوصی بزرگتر و یا آرایشگاه ها و غیره بروم. اگر می خواهم باردار شوم، حتما باید قبل از بارداری واکسینه شوم. زیرا زنان باردار در صورت ابتلا به دوره‌های بیماری شدیدتری نسبت به هم‌نوعان خود مبتلا می‌شوند. علاوه بر این، نوزاد با آنتی‌بادی‌های محافظ مادر به دنیا می‌آید. اگر من قبلاً باردار بودم، متخصص زنان واکسیناسیون را پس از دوران پایان ماه سوم بارداری یا از 3 ماه دوم توصیه می‌کنند. و علاوه بر آن پزشک واکسن مناسبی برای زنان باردار انتخاب می کند. باید توجه داشت که افراد واکسینه نشده خانواده از جمله کودکان می توانند زنان باردار را آلوده کنند. بنابراین همه افراد از 12 سالگی به بالا در صورت تماس با یک زن باردار باید واکسینه شده باشند. و همکنون به موارد دیگر از مزایای واکسیناسیون می پردازم. من جمله برای خانواده و همسایگان. هرچه تعداد اعضای خانواده بیشتر واکسینه شوند، خطر قرنطینه شدن کل خانواده کاهش می‌یابد. به خصوص اگر کودکان زیر 12 سال نمی‌توانند واکسینه شوند، همه اعضای خانواده باید واکسینه باشند. مزایای همزیستی ما. بسیاری از افراد واکسینه شده می‌توانند محدودیت‌های بیماری همه‌گیره را بهبود ببخشند.
در بسیاری از مکالمات شخصی که کارکنان ما با افراد مختلف انجام میدن، بارها و بارها میشنوند که افراد مبتلا به بیماری شدید از اینکه واکسیناسیون خودداری کردن به شدت پشیمان شدن. اغلب آنها به اطلاعات غلطی اعتقاد داشتند که واکسیناسیون را خطرناک نشان میداد و به واکسینه نشدن توصیه می شدن یا معتقد بودند که بیماری شخصا روی آنها تأثیری ندارد. بر این اساس و تمام مزایا و دلایل ذکر شده، تنها راه برای پایان دادن به این بیماری واکسیناسیون عمومی است. امیدوارم همیشه سالم بمانید.